میخواهم برای دنیا خانه‌ای بخرم و آن را با عشق تجهیز کنم. درختان سیب و زنبورهای عسل پرورش دهم و قمری‌های سفید مثل برف. دوست دارم آواز خواندن را به دنیا بیاموزم در هماهنگی کامل. دوست دارم آن را در آغوش بگیرم و با آن همراهی کنم. کوکاکولا که به شکل گسترده‌ای به عنوان سمبولی از آمریکا شناخته شده است، توسط دکتر جان پمبرتون در قرن 19 ایجاد شده است. وقتی که جنگ داخلی شروع شد، او روپوش آزمایشگاهش را به کناری انداخت و به ارتش پیوست. بعد از گیر افتادن در خط مستقیم آتش، به او داروی خطرناکی داده شد تا در ساعات آخر عمرش درد را تسکین دهد. اما او به شکل معجزه آسایی نجات پیدا کرد و از تجربه نزدیک مرگ خود برای ایجاد برند 74 میلیارد دلاری کوکاکولا استفاده کرد. داروساز سرباز کهنه‌کار جنگ شد 53 سال قبل از اینکه کوکاکولا ابداع شود. در سال 1831 جان در شهر کوچک ناکسویل به دنیا آمد و در شهر روم در ایالت جورجیا بزرگ شد. وقتی که 19 سال داشت، مجوز کار پزشکی تامسون را دریافت کرد. روشی که برای استفاده از اصول گیاه‌شناسی برای خلاص شدن از سموم مضر بدن شناخته شده بود. این روش در آن دوران به اندازه کافی محترم شمرده نشد و خیلی ها به آن شک داشتند. اما این جان را از راه اندازی کسب و کاری که در زمینه موادی که از آنها برای کاربردهای درمانی استفاده می شود باز نداشت. چند سال بعد جان مسیر متعارف تری را در پیش گرفت و از رشته داروسازی فارغ التحصیل شد. اما بعد از مدت نچندان زیادی مجبور شد که روپوش سفید آزمایشگاه را برای یونیفرم ارتش کنار بگذارد. جنگ داخلی شروع شد و جان ستوان اول شده بود. او بعد از 3 سال در میدان جنگ در خط مستقیم آتش گیر کرد ولی توسط یک محافظ نجات پیدا کرد. پزشکان فکر نمی کردند که زنده بماند و برای تسکین درد در ساعات آخر عمرش به او مورفین دادند. اما جان به آنها ثابت کرد که اشتباه می کنند و به شکل معجزه آسایی نجات پیدا کرد. از آن موقع به بعد فقط مدت کوتاهی طول کشید تا دوباره روی پای خود بایستد. ابداع کن یا بمیر. 26 سال قبل از آن که کوکاکولا در تمام ایالت‌های آمریکا فروخته شود. وقتی که آتش جنگ داخلی خاموش شد، جان برای زندگی بهتر تلاش کرد و خانواده اش را با خود به آتلانتا برد. او عضو ارشد یک شرکت داروسازی شد که رسانه ها از آن به عنوان یکی از تاثیرگذارترین آزمایشگاه ها در آمریکا یاد می کردند و جان به عنوان مشهورترین پزشک آتلانتا شناخته می شد. اما پشت درهای بسته او بعد از تجربه نزدیک به مرگ خود به مورفین اعتیاد پیدا کرد و بدون هیچ چشم‌انداز درمانی برای چیزی که به یک عادت روزانه تبدیل شده بود به دنبال درمانی گیاهی می گشت. در آن زمان خبرهای خوبی در مورد نوشیدنی که به آن شراب ماریانی گفته می شد شنیده بود. این نوشیدنی حاوی برگ‌های کوکا و شراب قرمز بود و گفته می شد که هر نوع ناراحتی را درمان می کند. این به جان ایده ساخت نوشیدنی به سبک خودش را داد تا اعتیاد به مورفین را درمان کند. با استفاده از برگ‌های کوکا، شراب قرمز و دانه‌های کلا چیزی تهیه کرد که آن را شراب کوکای فرانسوی پمبرتون نامید. برگ‌های کوکا به عنوان یک محرک و سرکوب کننده گرسنگی، درد و خستگی شناخته شده بود. از آنجا که یک برگ آن حاوی 0.35% کوکائین بود، وارد کردن آن به آمریکا کار راحتی بود. برخی از پزشکان و داروسازان گزارش دادند که درمانی محتمل برای اعتیاد به تریاک و مورفین بوده است. دانه‌های کلا حاوی مقادیر زیادی کافئین بوده و برای کمک به هضم شناخته شده بودند. جان باور داشت که شراب کوکای فرانسویش نه تنها میتواند اعتیاد را درمان کند، بلکه افسردگی، اضطراب و ناراحتی‌های دیگری مثل سردرد را نیز درمان می‌کند. برای کمک به کهنه سربازان دیگر جنگ، شبکه توزیع را برای فروش درمانش ایجاد کرد. او شربتش را در آزمایشگاه می ساخت و بعد به شرکا و پیمانکاران تحویل می داد تا آنطور که می خواهند بفروشند. درمان او یک موفقیت فوری بود و خیلی ها از آن استفاده می کردند.
اما تقاضا به تنهایی برای ادامه کسب و کار کافی نبود. جان با چالشی روبرو شد که او را مجبور کرد تا کسب و کار جدیدش را به دنبال اختراع کوکاکولا بچرخاند. یک شکست فاجعه بار. 19 سال قبل از آن که فروش سالیانه کوکاکولا به 1,000,000 دلار برسد. سالی که شراب‌های فرانسوی پمبرتون در بازار عرضه شد، آتلانتا اعلام کرد که به همراه ایالت‌های دیگر آمریکا به تحریم الکل می‌پیوندد. جان با ترس از آن که این به معنی پایان درمان جدیدش خواهد بود، تلاش کرد تا فرمول جدیدی ارائه دهد. وقتی که شراب را حذف کرد، متوجه شد که دانه‌های کلا آن را به شدت تلخ کرده است. پس آن را با یک کافئین مصنوعی جایگزین کرد و به آن شکر، اسید سیتریک، آب لیمو، آب پرتقال، جوز هندی و عصاره گشنیز اضافه کرد. پس از آن کتابدار جان فرانک رابینسون به او پیشنهاد کرد تا اسم آن را به کوکاکولا تغییر دهد. او اصرار داشت اگر با 2 C انگلیسی نوشته شود، چشم نوازتر به نظر می رسد. جان به توصیه او عمل کرد و نسخه جدیدش را عرضه کرد. یک سال بعد کوکاکولا یک شکست کامل بود. در سال اول فروش تنها به 50 دلار رسید، با 70 دلار هزینه انباشته شده در انبارها. جان به آن به عنوان یک شکست نگاه می‌کرد، در حالی که فرانک دید متفاوتی داشت. شکست قابل پیش‌بینی بود، چرا که کسب و کار جدیدی بود. مثبت‌اندیشی‌اش او را به ایده درخشان دیگری سوق داد. بازاریابی دارو از طریق بنرها، پلاکارد ماشین‌های خیابانی و سایبان‌های فروشگاهی. جان نسبت به آن تردید داشت، ولی فرانک او را قانع کرد که ارزش ریسک کردن را دارد. خوشبختانه او اشتباه نمی کرد. کوکاکولا در سرتاسر آتلانتا موفق عمل کرد. جان و فرانک ثابت کردند که وقتی با یک چالش روبرو شدند، مقابله با آن به جای تسلیم شدن می تواند منجر به رسیدن به قله‌های جدید موفقیت شود. اجبار به فروش. 33 سال قبل از آن که کوکاکولا به اروپا گسترش پیدا کند. در یک چرخش غریب سرنوشت، در حالی که فروش کوکاکولا اوج گرفته بود، سلامت جان رو به تحلیل رفت. برایش سرطان معده تشخیص دادند و دوباره نیازش به تسکین درد عود پیدا کرد. با نگرانی از اینکه پولش برای خانواده و اعتیاد تمام خواهد شد، تصمیم سخت فروش سهام کسب و کارش را گرفت. اما این به معنی آن نبود که برای آینده کوکاکولا انتظارات کمی داشت. او باور داشت که آن روزی تبدیل به یک نوشیدنی ملی خواهد شد و یک سوم سهام را برای پسرش چارلز نگه داشت. در آن زمان چارلز مسئول تولید مورفین بود، ولی بعدتر خودش به آن معتاد شد. فرانک از آن می ترسید که کوکاکولا کسی را برای هدایت چشمانداز ملی شدن جان نداشته باشد. بنابراین مسئولیت پیدا کردن سرمایه گذار مناسب را در حالی که جان در بستر بیماری بود بر عهده گرفت. او از طریق یک واسطه تجاری با یک کارآفرین ثروتمند و سخت گوش به نام ایسا کندلر ملاقات کرد. وقتی که او فرانک را دید به او گفت: من فکر نمی کنم کوکاکولا یک سرمایه گذاری ارزشمند باشد. اما فرانک بهتر از او می دانست. روزی وقتی که هر دوی آنها بیرون ایستاده بودند، به یک واگن اشاره کرد و گفت: آن واگن با آن بشکه های خالی آبجو را می بینید؟ خب، ما کوکاکولا را تا جایی پیش می بریم که واگن ها همینطور با کوکاکولا رد شوند. ایسا تحت تاثیر چشمانداز شرکت قرار گرفت و حقوق نام کوکاکولا و فرمول سری آن را خریداری کرد و درست همانطور که پیش بینی کرده بود، هیچ وقتی را برای ساختن شرکت تلف نکرد. او نه تنها فروش را به داروخانه ها و فروشگاه های بیشتری گسترش داد، بلکه به ایده رسید که تاریخ ساز شد. او برگه های کاغذی را توزیع کرد که می توانست در ازای نوشیدن یک لیوان کوکاکولا در بارهای نوشیدنی خرج شود. در آن زمان آنها به یک پاتوق محبوب و جایی برای معاشرت کردن فکر می کردند. این اولین نمونه در تاریخ بود که یک شرکت چیزی را که امروزه به آن کپون نمونه رایگان می گویند توزیع می کرد. چشمانداز جان برای کوکاکولا کلید ایمان در بین کارکنان و بعدها در مردی بود که به ساخت برندش کمک می کرد. آخرین آرزوی جان، 31 سال قبل از تبدیل شدن کوکاکولا به سهامی عام. متاسفانه جان هرگز نتوانست تحقق همه چشماندازش را ببیند. او 2 سال بعد از اینکه ایسا شروع به گسترش شرکت کرد، تسلیم اعتیاد به مورفین شد و در بیپولی از دنیا رفت.
با بدتر شدن دامنه اعتیاد چارلز، ایسا کنترل را در دست گرفت و شرکت کوکاکولا را تأسیس کرد. او توسعه فروش کوکاکولا را به تمامی ایالت‌های آمریکا و سپس کانادا در پیش گرفت، اما از ایجاد تقاضا در اروپا باز ماند. در آلمان هر چیز دیگری به جز آبجو، شراب و آب برای بچه‌ها در نظر گرفته می‌شد، در حالی که در فرانسه خریدن یک نوشیدنی سطح پایین آمریکایی نوعی دشنام به حساب می‌آمد. ایسا همچنین وقتی که به ایده رسید که به دامانش افتاد، دچار کوتاه‌فکری شد. روزی دو وکیل به نام‌های جوزف وایت‌هد و بنجامین تامس به دفتر ایسا رفتند و به او گفتند کوکاکولا در حال حاضر به عنوان یک نوشیدنی بار موفق است، اما اگر در بطری پر شود چطور؟ ایسا با نگاهی متحیر پرسید بطری شود؟ بله قربان، مردم می‌توانند آن را با خود به خانه ببرند. ایسا فکر می‌کرد که این یک ایده مسخره است و معتقد بود آینده کوکاکولا در نوشیدنی‌های بار خلاصه می‌شود. پر کردن بطری عملیات گران قیمتی بود و او نمی‌خواست بخشی از آن باشد. او به جوزف و بنجامین گفت که آنها می‌توانند فقط با یک دلار هر اندازه که می‌خواهند کوکاکولا را در بطری پر کنند. اگر آنها شربت بیشتری می‌فروختند، او چیزی از دست نمی‌داد و اگر شکست می‌خوردند، یک پنی هم خرج نکرده بود. بعدتر جوزف و بنجامین افراد دیگری را برای سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی عملیات پر کردن بطری‌های کوکاکولا پیدا کردند. این به یکی از اولین کسب و کارهای فرانشیزی آمریکا بدل شد. با شگفتی ایسا، مشتریان به بطری‌های کوکاکولا جذب شدند و به قدری محبوب شد که رقبا سعی می‌کردند نسخه خودشان را تولید کنند. سرانجام شرکت کوکاکولا تصمیم گرفت چیز منحصر به فردتری تولید کند که به سختی قابل کپی کردن باشد. بطری دارای انحنا. با این روش مشتریان می توانستند بدانند که محصول واقعی را خریداری می کنند. سالها بعد از ایده بظاهر مسخره جوزف و بنجامین در بسته‌بندی نمادین کوکاکولا الهام گرفته شد و راه را برای موفقیت پیوستش هموار کرد. فتح جهانی. 74 سال بعد فروش سالیانه به بیش از 1 میلیارد دلار رسید. ایسا بعد از سالی که کوکاکولا بطری منحنی خودش را گسترش داد از شرکت استعفا کرد. او به عنوان شهردار آتلانتا انتخاب شد و شرکت را به دست فرزندانش سپرد. آنها هم 3 سال بعد شرکت را با قیمتی بیش از 25 میلیون دلار به گروهی از سرمایه‌گذاران فروختند. در آن زمان این بزرگترین معامله مالی جنوب آمریکا محسوب می‌شد. یکی از سرمایه‌گذاران پشت این معامله بانکداری به نام ارنست وودراف بود که در آن سال شرکت را به سهامی عام تبدیل کرد. او پروسه تولید کوکاکولا را ساده کرد و کیفیت تولید را در هر جایی که تولید می‌شد حفظ کرد. او مدتی نچندان بعد بازنشسته شد و پسرش رابرت وودراف به ریاست شرکت رسید. رابرت یک نابغه بازاریابی بود که راه ترقیش را از یک فروشنده کامیون بودن تا مدیر کلی قبل از پیوستن به شرکت پیموده بود. شرکت تحت هدایت او مقادیر خیلی کم کوکائین را از فرمول حذف کرد. بعدتر درهای فلزی خنک کننده، پک‌های بطری 6 عددی و دستگاه‌های توزیع اتوماتیک را روانه بازار کرد. او همچنین موفق به مراقبت از تجارت ناتمام ایسا شد. ایجاد تقاضا برای کوکاکولا در اروپا. شرکت با استفاده از تبلیغات و عرضه رایگان به فروش کوکاکولا در سراسر اروپا به عنوان یک واردات سرگرم کننده و انرژی بخش مشغول شد. بعضی از بطری ها سبز رنگ و به همراه یک فویل طلایی بودند تا شبیه بطری های شامپاین باشند. آنها همچنین با بسیاری از رویدادهای تاریخی و جشن ها مرتبط شدند. وقتی که تیم المپیک آمریکا برای بازی های المپیک سال 1968 به آمستردام سفر کرد، 40,000 بطری کوکاکولا توزیع کردند. و زمانی که جنگ جهانی دوم شروع شد، قسم خوردند که هر سرباز آمریکایی میتواند تا هر جا که جنگ او را با خود ببرد، یک کوکاکولا بگیرد. آنها همچنین تصویر مدرنی از بابا نوئل ارائه کردند. مردی با نشاط در لباس قرمز. قبلاً او به شکل یک مرد لاغر در یک لباس سبز قرمز یا قهوه‌ای دیده شده بود. امروزه کوکاکولا ارتباط نزدیکی با فرهنگ آمریکایی دارد و به عنوان یک نماد ملی شناخته شده است. همچنین دومین برند شناخته شده در دنیا بعد از نایکی به حساب می آید.
روزانه نزدیک به 2 میلیارد وعده غذایی با نوشیدنی‌های آن و در بیش از 200 کشور سرو می‌شود. قبل از آنکه رابرت از کوکاکولا بازنشسته شود، نوشته‌ای را روی میزش با این مضمون قرار داد که هیچ محدودیتی برای کارهایی که یک مرد می‌تواند انجام دهد یا به کجا می‌تواند برود وجود ندارد، اگر برایش مهم نباشد که چه کسی اعتبار را دریافت می‌کند. این داستانی بود که چطور یک داروساز به یک سرباز کهنه‌کار جنگ بدل شد و جانشینانش برند 74 میلیارد دلاری کوکاکولا را ساختند.